در بین شهرهایی که قیام ایران در این چند روز، در این چهار روز تصاویرش به دستمون میرسید، یکی از شورشی ترین شهرها شیراز بود. جوانان شیرازی به خیابونها ریختند، در اونجا علیه نیروهای سرکوبگر رژیم شروع به پیشروی کردند، بانک های رژیم و مراکز دولتی رو با آتش کشیدند و خلاصه یک صحنه ای به قول یکی از تصاویری که به دستمون رسیده بود، یک صحنه جنگ اساسی با مزدورای رژیم ترتیب دادن. میخوایم نگاهی کنیم به این شهر و جوانان شورشیش. همراه هستیم با مهدی زاره پویا تا برامون کمی از شیراز بگه. پویا، خوش آمدی به گفتگوی ما در این ویژه برنامه که در رابطه با قیام ایران هست. بفرمایید. با سلام و درود به تمام جوانان دلیر در سر تا سر ایران، جوانان قیام آفرین، اونایی که خلاصه نذاشتند در این روزها رژیم ثانیه حتی آسایش داشته باشه، و به طور خاص با سلام به همشهری عزیزم جوانان قیام آفرین در شهر شیراز، و به طور خاص به کانونهای شورشی، به جوانان کانونهای شورشی در شهر شیراز در خدمت شما هستم. بفرمایید. میدونم که اشرفی ها به شما میگن پویا، در واقع اسمی که این نامیست که خیلی علاقه دارم بهش. ما هم در این برنامه از همین اسم استفاده میکنیم. پویا، من شنیدم که شما خودت اهل شیرازی، بچه شیرازی. خوبه در شروع برنامه بهمون بگی که از کدوم منطقه شیراز هستی، چه خاطراتی از اونجا داری، آخرین بار کی بودی. خلاصه اجازه بده با شهرت شروع کنیم. بله، خیلی ممنون. من افتخارم اینه که از فرزندان مجاهد شهر شیرازم. و خلاصه من خونه خودمون توی منطقه باقیرم شیراز بود. از البته توی یه مدت هم توی خیابون زرگری و خیابون قصردشت که بعدش به مالی آباد میخوره و این منطقه شقب آفرین و شور جوان شورشی بودیم. ولی آخرین بار خودم سال 62 و 63 در شیراز بودم. بعد خونمون هم همونطوری گفتم در منطقه باقناری و مشخصا باقناری و باقیرم شیراز بود. نه. تا اونجا که من میدونم وقتی شما وارد منطقه مرزی شدین و به مقاومت و به مجاهدین پیوستید سن کمی داشتید. بله. میشه توضیح بدید برای بینندگان ما چطوری آشنا شدی با سازمان، یا در شیراز آشنا شدی، یا چطور بوده؟ بله، من واقعیت این که خب اسم مجاهدین در شهر شیراز همیشه بود، از در زمان انقلاب ضد سلطنتی. خلاصه یکی از پایه‌های اصلی قیام و شورش در ایران شهر شیراز بود. اونم به خاطر این بود که مجاهدین و اسم مجاهدین در شیراز بود، و مشخصاً شیراز شهدای زیادی رو در تقدیم مردم ایران کرده بود. به طور خاص رسول مشکین فام، مجاهد شهید رسول مشکین فام، کاظم ظلموار، اینا همه اهل شیراز بودن. و خلاصه اسم مجاهدین و نام و آوازه مجاهدین در شهر شیراز بود. منم در فاز سیاسی به واسطه خواهرانم که خب یکی از خواهران به طور خاص که شهید شد، از طریق اونا با سازمان آشنا شدم در فاز سیاسی. اون موقع هم چون دانش آموز بودیم، به اصطلاح میلیشیاهای دانش آموزی شهر شیراز بودیم. در فاز سیاسی از همون ابتدا اسم و رسم و نام مجاهدین در خونه ما بود، و منم از همونجا با مجاهدین آشنا شدم و افتخار اینو پیدا کردم که از همون اوان نوجوانی چند سال داشتی به عنوان یک مجاهد، خلاصه در کسوت مجاهدین جزو کنم. اون موقع 16 سال داشتم. 16 سال. اشاره کردی که یکی از خواهرات شهید شدن، توضیح بدی که چطوری بوده موضوع؟ بله، من خواهرم فلور در یکی از جوانای بسیار شورشی شهر شیراز بود. خلاصه اگه بخوام بگم، واقعا در قیام ضد سلطنتی یکی از به اصطلاح کسایی که همیشه در صف مقدم انقلاب ضد سلطنتی بود خواهرم بود. بعد رژیم هم خیلی شناخته شده بود، میشناختمش. به طور خاص در همون ابتدای فاز سیاسی، در همون اوایل انقلاب ضد سلطنتی، با مجاهدین همراه شد. در دانش آموز بودن؟ بله، در جنبش ملی مجاهدی بودن. دو تا از خواهرام از همون موقع در هوادار سازمان شدن. و که خلاصه یکشون که دستگیر شد تقریبا زیر شکنجه فرد شد، یکی دیگه از خواهرام هم در زیر شکنجه سال 62 دستگیر شد در اون موقع، و
سال 63 زیر شکنجه شهید شد در زندان سپاه شیراز، زیر شکنجه شهید شد. من یادم موقعی که خواهرمو گرفته بودن به مادرم، قبل از که بگیرنش به مادرم گفته بودن این اگر ماهی بشه بره تو دریا، آهو بشه بره تو صحرا و ستاره بشه بره تو هوا، میگیریم و میکشیمش. اینجوری به مادرم گفته بودن. ولی خلاصه اونم قهرمانانه از اسم و رسم مجاهدین دفاع کرد و به وفای خودش، به عهد خودش وفا کرد. بله. خب برگردیم به اون سالها، یکم به عقب، به 57 تا 60، چیزی که مجاهدین بهش میگن فاز سیاسی یا مرحله سیاسی و فعالیت‌های عظیمی که در شهرهای مختلف جریان داشت از جمله در شیراز. شما طبعا اونجا گفتید در سن 16 سالگی سن زیاد بالایی نبوده، ولی میخوام بگم که بپرسم چه چیزی یادته از این فاز و فاز سیاسی، و به خصوص چه نکات مهمی در فاز سیاسی رهتوشت شد؟ بله خیلی ممنون. واقعیت اینه که فاز سیاسی یکی از برگ های افتخار اول سازمان ما، سازمان مجاهدین، چون که تو اون فاز اگه من بخوام بگم مشخصا در مورد شهر شیراز بگم، جوانان شهر شیراز بعد از که در بهار آزادی یا انقلاب ضد سلطنتی خیلی فعال و شورشی بودن و مشخصا اسم و رسم سازمان مجاهدین خیلی در سطح شیراز پیچیده بود. من یادم اون موقع جنبش ملی مجاهدین در خیابون آریانا بود، ولی اون موقع هنوز یادمه سردرش نوشته بود جنبش ملی مجاهدین خلق ایران. بعد دیری نپایید، در کمتر از مثلا کمتر از یکی دو ماه به دلیل هجوم گسترده جوانان شیراز، به طور خاص قشر دانش آموزی و میلیشیای شیراز، برای اسم نویسی در جنبش ملی مجاهدین، سازمان در شیراز مجبور شد جابجا کنه. رفتیم ستاد مجاهدین، منتقل شد به خیابون فردوسی، اصطلاحا از پل باغ صفا که می‌خواستیم بیایم به سمت فلکه ستاد، سمت چپ یه خیابون بود اسم خیابون فردوسی، اونجا یه ساختمان سه طبقه بود که محله بزرگتر در واقع. بله رفتم، به دلیلی که میگم هجوم گسترده بود، جا نبود دیگه اصلا، خلاصه نمی پاسخگو نبودن. اون موقع مسئولین شیراز، مسئولین مجاهدین در شهر شیراز پاسخگو واقعا نمیتونستن هجوم گسترده جوانان به سمت مجاهدین، خلاصه چون اندیشه برتر بود، حرف نو داشت برای جوانا. رفتیم توی اون جنبش، رفت توی خیابون فردوسی، اونجا شد جنبش ملی مجاهدین. بله. که بعد از اونجا هم دیگه استارت خلاصه آگاهی و آگاهی بخشی مردم شروع شد. اندیشه های مجاهدین اندیشه بود که همه به سمتش جذب می‌شدن، چون واقعا یک اندیشه برتر بود، یک حرف نو داشت برای همه جوونا، خلاصه آینده روشن رو همه می‌دیدیم. و چیزی که ما رو جذب کرد و مشخصا خود ما رو جذب کرد، خلوص و پاکی و فدا و صداقت مجاهدین بود. من یادم اون موقع در شهر شیراز از همون ابتدا یکی از چیزایی که خیلی پرشور بود میلیشیای دانش آموزی شهر شیراز بود. اگر من بخوام بگم بهتون، شهر شیراز چون یک شهر خب بود، 5 تا فقط دانشکده توش بود، دانشگاه برق شیراز، دانشگاه الکترونیک شیراز، دانشگاه مهندسی شیراز، و جو خلاصه قشر دانشجو و آگاهی تو شیراز خیلی بالا بود. به همین خاطرم از همون موقع مجاهدین در شیراز خیلی گسترده شدن، به طور خاص در سطح دانش آموزی. من اون موقع یادم تو فاز سیاسی خیابونه که امروز توی خبرهای شیراز من شنیدم، دقیقاً جوانونه که تو این محله‌ای که الان دارن قیام میکنن، منو یاد دهه 60 انداخت. مثلا بخوام براتون بگم همین منطقه مالی آباد تو انقلاب ضد سلطنتی، من یادمه کلانتری شماره 4 و 5 توی همین منطقه قصر و دشت مالی آباد بود، اولین کلانتری بود که جوانای شهر، جوانان همون منطقه مالی آباد و قصر و دشت گرفتنش، خلاصلا کردن نیروهای اون موقع، نیروهای شاه و شاه ملعون و اونا. بله. همین بچه‌ای که همین الان در خلاصه تظاهرات اصلی از مالی آباد شروع شده، شاهد تکرار تاریخ هست. بله بله، از همینجا شروع شد. یا مثلا همین الان داشتم میگفتم موقع تو همین فلکه ستاد، چهارای زند، چهارای پارامونت، این خیابونی که انتهاش به مالی آباد میخوره، چهارای پارامونت، بعد چهارای سینما سعدیه، بعدش سراغ برق، بعدش سر عیف آباده، بعدش زرگریه، و بعدش میخوره به قصر دشت مالی آباد. تمام اینجایی که من گفتم دکه های مجاهدین بود، و همون موقع هم روی مجاهدین با این ارتجاع و این دین فروش ها شروع شد. از همون موقع من یادم مثلا همین خیابون قصر دشت یکی از صحنه های اصلی درگیری ما مجاهدین بود با این
سپاه و جهل جنایت. و همون موقع هم یادم دمی از پا نمی نشستیم. خلاصه با اینکه ما واقعا توان هر کاری داشتیم، واقعا می تونستیم اینا رو بزنیم ملت رو پار بکنیم، می تونستیم اینا رو از دور خارج کنیم، ولی به دلیل انضباط تشکیلاتی و مشخصا اون دیسیپلینی که در مجاهدین وجود داشت و به طور خاص همون که شما در اول گفتین به دلیل فاز سیاسی، ما می‌خواستیم تا حتی از آخرین قطرات آزادی استفاده کنیم. به همین خاطر مصالحات و مجلس تظاهرات می‌کردیم، حرفمون رو می‌زدیم، نشریه مجاهدین، من یادم ما خودمون یکی از این نشریه فروشای به طور خاص مسئولیت دانش آموزی شیراز نشریه فروشی بود. ما یکی از نشریه فروشای مجاهدین بودیم که اسمش نشریه فروشی بود، ولی داشتیم خلاصه مردم آگاه می‌کردیم. از همون موقع نشون میدادیم که این آخوندهای حاکم بر ایران از همون موقع نشون دادن، از همون موقع از روزهای اول خمینی دجال و ملعون و لعنت شده معلوم بود که نه سر سوزنی به فکر خلق، نه سر سوزنی به فکر مردم ایرانه، نه سر سوزنی به فکر آینده ایرانه، به فکر همون حرفایی که خودش میزده. و خلاصه دوم دوم بارچای رژیم هم الان به اسم هلال شیعه در منطقه دارن راه میندازن، ولی از همون موقع مجاهدین و مشخصا جوانای شیراز سینه سپر کردن جلوی این الغار خمینی ایستادن و شهدای زیادی رو تقدیم شیراز کردن. من یادمه جا داره اینجا از چند تا از شهدای شیراز اسم ببرم، مشخصا از مجاهد شهید نصری رون رستمی که همون موقع اونم 15-16 سال بیشتر سن نداشت، از دانش آموزان شیراز بود، در تونجی که خاطرمه در تیر ماه 59 بود که از ناحیه کمر مورد اصابت قرار گرفت در شیراز. بله، یکی از جوانان. به چه علت؟ آیا حمله مزدورا بوده یا بله. به مراکز مجاهدین؟ بله، اون موقع هم همون میگم که ما به اصطلاح میزهای کتاب داشتیم. بله. محله نشریه. بله، میز نشریه. میز کتاب و نشریه داشتیم. اون موقع مصالحات آمیز میخواستیم حرفمون رو بزنیم، هیچ چیزی بیشتر از آزادی بیان هم نمیخواستیم، بوده با حق آزادی فقط میخوایم، هیچ چی بیشتر از این نمیخوایم. با اینکه مجاهدین خون داده بودن، جون داده بودن در زمان شاه، ولی همه چی دست مجاهدین بود، خمینی اومد سرقت کرد، ولی ما گفتیم فقط آزادی بیان میخوایم، آزادی میخوایم، چیزی بیشتر از این نمیخوایم. یکی از همین گفتم که میلیشیای پرشور شهر ما نسرین رستمی بود که در همین یکی از همین تظاهرات مصالحات آمیز و همون موقع که دم کتاب ها و انجمن و نشریه اینا بودیم مورد گله های پاسداران حمله کردن. همونجا مثل همین الان که دارن روی جوان های دلیر شیراز و شورشی شیراز آتش باز کردن، دقیقاً نزدیک 4 دقیقه پیش، 40 سال پیش هم تو همون شهر شیراز هم آتش باز کردن که مجاهد خلق، مجاهد قهرمان و مجاهد شهید نسرین رستمی از ناحیه کمر مورد اصابت قرار گرفت. یادمه بعدش تو خونهشون خیلی بچه‌ها رفتیم سراغ پدر و مادرش. عجب پدر شیری داشت، یادمه دقیقاً حرفای پدرش من هنوز در خاطرمه. بعد از چند روز، 3 یا 4 روز اگه دقیق خاطرم باشه، نسرین شهید شد و اسم و رسمش آوازه شهر شیراز شد. اطلاع میدن، ببخشید قبل از اینکه ادامه بدی، اطلاع میدن که مثلی که یک ویدئویی رو پیدا کردن از نسرین رستمی. بله. در همین فرصت کوتاهی که شما صحبت میکردید، اتاق فرمان اطلاع داد که اینو آماده دارن. اجازه بدید با هم ببینیم. بله. احتمالاً نکات بیشتر و جزئیات بیشتری رو به خاطر خواهید آورد. بله. بله. 30 فروردین، خواهر کوچک ما نسرین رستمی، دقیقا نمیدونم چند سال داره، شاید 13-14 سال، در شیراز به ضرب گلوله از پا افتاد. فقط اینو میتونم بگم که تو کارشون رو ادامه بدم، راهش رو ادامه بدن، به خاطر خدا و خلق. منم به خاطر خدا و خلق بود که تیر خوردم و افتخارم میکنم. چاقو به کش، زن به دست، چماق به دست، قلب سنگ به دست، داس به دست، قمه به دست، تبر به دست، این که نشد که بشه، این شد اسلام. این که اسلام نیست، این ضد اسلامه. کسانایی که وساده بودن مردم میکشتن با چاقو و با قمه و با زنجیر و با سنگ و چوب و چماق، میگفتن
حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. بله، تصاویر بسیار خاطرانگیزی بود و خیلی شورانگیز. همین که گفتید، خود تصاویر پدرش هم نشون داد که شما گفتید رفتیم خونه پدرشون. نکته دیگه دارید بفهمید؟ بله، راستش من وردیم به خاطرات شیراز، نمیشه یاد نسرین شهید افتادم. بله، درود بر نسرین شهید. راهش ادامه داره و الان میبینیم که جوانهای شورشی این شهر دارن همینجوری این خون نسرین امتداد پیدا کرده. الان در خلاصه شهدای جدیدی که من شنیدم در شهرک صدرا خیلی شغب بوده، در همین مالیاباد شهید شدن، ادامه همون خونن، ادامه همون پیانوان، همونجوری که پدرش گفت. راست هم میگه، دقیقاً یادم اومد اون موقع هم همین گلهای پاسداران به ما حمله میکردن. بله، میگفتن حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. ولی همین نسرین های رستمی، فاطمه های عصر افراسیابی، زهرا بلادی، ژیلا بلادی، گوهر ادب‌آوازها، خلاصه پروانه زاره، رحمت زاره، اسدالله زاره، فلور زاره، اینا همه جوانانی بودن که اون موقع هم سینه سپر کردن جلوی همین ایلغار خمینی و از حق آزادی مردم ایران دفاع کردیم. داشتم میگفتم واقعا الان خیلی خوب با این تصاویر من یادم اومد که اون موقع هم تو همین شیراز خمینی و ایلغارش که داشتن همون موقع حمله کرده بودن، حمله میکردن به ما جوانها، یه چیز میگفتن، میگفتن که یا اینی که ما میگیم یا حجاب اجباری یا دین اجباری و هیچ حق دیگه ای نداریم. به اسم دین و به اسم اسلام داشتن متامع خودشون رو پیش میبردن. ولی همون موقع هم که ما دجالیت اینا رو پی بردیم به خاطر مشخصا روشنگری برادر و سخنرانی برادر که الان بخشش در انجلی دیدیم، من دقیقا یادم همون موقع مستقیم به طور نوارای مدار بستش توی شیراز، توی دانشگاه رم شیراز پخش میشد. ما همون موقع مینیشیای دانش آموزی همین نسرین رستمی اینا مسئولیت انتظامات پخش نوارای امجدی در شیراز به عهده دانش آموزی بود. قسمت بخش دانش آموزی مسئولیت انتظامات میتینگ های شیراز داشت و من دقیقا خاطرمه که در همون موقع هر موقع که ما نوارهای امجدی مثلا بعد از 5-6 سال به صورت نوار بسته در مدار بسته در شیراز پخش میشد، در دانشگاه ارم شیراز پخش میشد، سل گسترده جوان ها میومدن و سخنرانی برادر مستقیم گوش میدادن. همون موقع هم بلافاصله شهر پر میشد از میلیشیای دانش آموزی و خلاصه میخواستیم پیام آزادی و پیام رهایی مردم رو به داخل شهر ببریم. همونطوری که گفتم در شهر شیراز، اگه بخوام یه خاطره براتون بگم خیلی قشنگ یادمه، روزی که میخواستن ستاد شیراز رو بگیرن، همون موقع حمله کردن به جنبش ملی مجاهدین در شیراز در همون خیابون فردوسی. من یادم از صبح درگیری شروع شد تو خیابون فردوسی، ما توی این قسمت انجمن بودیم، توی ستاد شیراز بودیم، از صبح درگیری شروع شد. حوالی بعد از ظهر بود که دیگه گلهای پاسداران حمله کردن، بعد با هر چی در دست داشتن به سمت ما تهاجم کردن. اون موقع هم در همون وضعیت تا نزدیکی عصر ما مقاومت کردیم. دقیق یادم ربانی شیرازی، آخوند ربانی شیرازی اومد اونجا و بخشید هر وقتی که ادامه بدین، الان دارن اطلاع میدن که یک خبر جدیدی اتفاقا از شیراز رسیده، گویا در اونجا به علت درگیری ها و نبرد شورانگیزی که بوده بین جوان ها و نیروهای سرکوبگر تعداد زیادی هم زخمی شدن. این زخمی ها رو به بیمارستان بردن و الان اطلاع میرسه که نیروهای سرکوبگر دارن به بیمارستان ها مراجعه میکنن که اینها رو دستگیر کنن یا حالا هرچی، و بعد مردم دور بیمارستان ها حلقه زدن و اجازه نمیدن که اینها وارد بشن. این آخرین خبریه که همین لحظه به اصطلاح گفتن که چون شما هم دارید راجع به شیراز صحبت میکنید، خواستیم که در این مورد بگین، اگر هم شما هم نکته دارین در این رابطه بفهمید. بله، همینجوری که گفتین، اون موقع هم من یادم به
هر موقع که مجاهدین در بیمارستان ها میخواستن بستر بشن به دلیل حمله و هجوم، همین گله های پاسداران میمدن دورور بیمارستان که مجاهدین حمله کنن، باز زخمی ها مجاهدین میبرن. دقیقا من یادم، مثلا من میتونم از خاطره خواهر خودم بگم، همون موقع تو همین درگیری سنگ خورده بود به چشمش، من یادم بردنش بیمارستان سعدی شیراز. به ما خبر رسید، من دورش بودم، میخواستیم بریم بیمارستان سعدی، بعد گفتن چون پاسدارا دارن به بیمارستان حمله میکنن، مردم اینا رو بردن خونه خودشون. بله. بعد ما تا 3-4 روز همون مردم همون شهر شیراز میبدن جوانان مجاهدینشون و هوادار مجاهدین، همه مردم شیراز میبدن جوانا رو برمی داشتن میبردن خونه خودشون و خواهرمو برده بودن توی خونه خودشون. تو بعد تا 3-4 روز دنبال خواهرمون بودیم اصلا تو کدوم خونه بردنش. داشتم اینو میگفتم که همون موقع هم گله های پاسداران که به انجمن شیراز حمله کردن، ربانی، آخوند ربانی، یکی از دشقیم آخوندهای دشقیم موقع در شیراز، دقیق یادم بالای یه وانتباری وایساده بود، کلت گرفته بود دستش، بعد میگفت که خون اینا مباح بریزیم. با همین جمله عبارت من یادمه، دقیقا یادم، از سمت چهارای زند اومده بودن به سمت فلکه ستاد، یه خیابونی بود که میخورد به انجمن، سر اون خیابون وایساده بود، ولی ما جوانهای شیراز و مردم شیراز در اومده بودن به حمایت از مجاهدینشون، وایساده بودیم، همه سینه سپر کرده بودیم جلوی ایلغار خمینی وایساده بودیم. همون موقع هم خلاصه اینا حمله کردن، با چوب و چماق و تفنگ و رگبار بستن، و ولی ما همچنان در مقابل اینا ایستاده بودیم. یه خاطره دیگه الان که بحث شیراز شد خواستم بهتون بگم، همون موقع هم یادم در 30 خرداد در شیراز بود، 30 خرداد بازم یکی از صحنه های رویاروی جوانان شهر شیراز و انقلابیون شیراز با همین حزب اللهی ها و پاسدارا بودن. اون موقع هم از 4 طرف قرار بود تظاهرات مسلط آمیز بود، یه طرف از سمت چهارا زنی میبدن، یک بخش از مجاهدین و مردم داشتن از فلکه نمازی که یکی افتاقا من تو اخبار دیشب هم شنیدم که یکی از جایی که خیلی درگی بوده همین خیابون نمازی بوده، از سمت خیابون نمازی قرار بیان، یه بخش قرار بود از خیابون سمت پارامونت و چهارراه پارامونت بیان به سمت فلکه ستاد، یه بخش هم از سمت فلکه گاز و پل باغ صفا قرار بود بیان به سمت فلکه ستاد. اونجا محلی بود که قرار بود اونجا تجمع بکنیم و حرفمون رو بزنیم چون ارگان‌های سرکوب و اصلی شیراز در همون فلکه ستاد بودن. ما به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات از بعد از ظهر شروع کردیم، دقیقا من خاطرمه مثلا کمتر از 1 ربع دقیقه نگذشته بود که حمله رو اینا شروع کردن و همونجا ما رو به رگبار بستن و خلاصه همونجا باز مجاهدین شاهدایی رو تقدیم خلق کردن. دوست دارم الان یک خبر هم همین الان شکی دست... نیست که خاطرات شما زیاده، اطلاع میدن که اجازه بدید یک تصاویر رو از شیراز پخش کنیم و بعد ادامه بدیم. بله. گام مامورا خودشون همه دارن سنگ میندازن. بعدم میان تلویزیون میگن چی میگم؟ تیر چی دارن زن میبینی؟ پویا صحنه ها رو دیدیم. من شما رو در سوال قبلی بردم به اون سالهای 57 تا 60 در شیراز و فاز سیاسی، هنگامی که شما نوجوانی بودید که در اونجا با شور زیاد پیوستید به جنبش ملی مجاهدین و این سالها دهه ها طی شد تا امروز، و ما امروز ما اینجا نشستیم و شما یک بار دیگه شاهد هستید اون چرا که در شیراز داره انجام میشه. جوانان شیرازی با شوری بسیار به خیابون‌ها ریختن
تا همون مقصد نهاییش رو یعنی آزادی و دموکراسی رو دنبال کنن. سوالم اینه که شما الان که صحنه ها رو میبینید چه پیامی برای این جوان ها دارید، چه توضیحی براشون دارید، چه تجربه ای دارید؟ بله، راستش اینو بگم که من اول بگم که ایمان داشتم، هیچ شکی نداشتم که خلاصه جوان های قهرمان ایران و به طور خاص الان که بحث شهر شورشی شیرازه، جوان های شیراز اون راه ادامه خواهند داد و به خیابون ها میریزن و حق خودشون رو میگیرن. راستش اگه من بخوام بگم در یک جمله، وظیفه ما همه اینه که خلاصه سینه سپر کنیم، نذاریم این پاسداران جهل و جنایت سر سوزنی بخوان بر این شهر قشنگ ما حاکمیت بکنن. من بخوام بهتون بگم الان همونجوری که گفتم، همون موقع ما به صورت تیمی و جمعی میشدیم، خلاصه نمیذاشتیم لحظه اینا آرامش و آسایش داشته باشن. به طور خاص جوان ها میتونن همین الان مثل اون موقع در گسترش پیدا کنن تو کل شهر. همون موقع ما همین کارو میکردیم، بهتون گفتم که توی مثلا چهارراه پارامون، چهارراه زن، خیابون انوری، سرای برق، ایفاباد، زرگری، از اون ور چهارراه دروازه سعدی، دروازه اصفهان و و و میتونن توی جاهای مختلف پخش بشن و خلاصه بازم حمله کنن به این پاسداران جهل و جنایت، نذارن اینا به مردم تعدی کنن و خلاصه حق خودشونو بگیرن. و توی 30 خرداد همونجوری که بهتون گفتم، من یادم ما همینجوری شروع کردیم، از 4 نقطه خلاصه تظاهرات و راهپیمایی شروع کردیم و خلاصه اینا اوضاع از شهر از دستشون در رفته بود. همین که صحبت میکنیم دوباره خبر دیگه ای اومد از شیراز که خیلی همزمانیش خیلی جالبه در گفتگوی ما، همه خبرهایی که به من میرسه از شیرازه. بله، اجازه بدید همین رو براتون بخونم. الان هموطنی از شیراز گزارش داده که امروز دوشنبه 27 آبان جوانان به پا خواسته در بلوار میرزای شیرازی بانک ملت رو با آتش کشیدن. دیروز 26 آبان مردم به پا خواسته برای تسخیر کلانتری سلطان آباد به سمت کلانتری رفتند، ولی با تیراندازی نیروهای مزدور رژیم مواجه شدند. 5 نفر از جوانان زخمی شدند ولی توانستند ضرب شست خود را نشان داده کلانتری را به آتش بکشند. سمت معالی آباد هم کلیه بانک ها توسط مردم به آتش کشیده شده و تخلیه شده و تمام اسناد و مدارک اونها در خیابان ها پخش شده. مردم مسیر شهرک صنعتی و کلیه مسیرها رو هم بستن. این چند دقیقه پیش این خبر رسید. بله، راستش الان که گفتین من یه چیزی خیلی خوب اینجا اشاره کنم که الان شما نقاطی که دارین تو شیراز میگین، مالیابات و شهرک گلستان و شهرک صنعتی و اینا، همش در جاهای مختلف شیرازه. یکی بله. در شمال شیرازه، یکیش در شمال غرب شیرازه، یکیش دقیقاً در غرب شیرازه. یعنی معلومه که گسترده، تقریباً گسترده است. و جوانهای شورشی درود 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 برای جوانهای شورشی. معلومه که کل شهر رو تقریبا میشه گفت بخش زیادی از شهر الان دست جوانهای شورشیه. اون موقع هم داشتم اینو بهتون میگفتم، اون موقع هم همینطوری بود. یعنی ما از تمام مختلف در تمام نقاط شیراز خلاصه تظاهرات رو شروع میکردیم و خلاصه به خیابون اونها میریختیم و صدای آزادی رو به گوش همه میرسوندیم. همون موقع هم همینطوری چون پخش و پراکنده بودیم، در همه جای شیراز گسترده بود، نمیتونستن از حریفمون خلاصه نمیشدن، مجبور شدن آتش باز کنن. الان هم ادامه همون راه، ادامه همون جنبش آزادی خواهی مردم ایرانه. خلاصه این آزادی در تاریخ مردم ایران رگ و ریشه داره. اینجوری نیست که خلاصه ایلغار مثل خمینی بخواد بیاد بزنه و بکشه و ورداره ببره، از این خبرها نیست. جوانای شورشی به طور خاص همشهری عزیز من در شهر شیراز بازم دارن ادامه میدن. و گفتم الان مالی آباد گفتین، من دقیقاً یادم خیابان قصرودش و مالی آباد همیشه یکی از خیابان‌های شورشی بوده و یکی از محله‌های شورشی بود که همیشه جووناش آرام و قرار نداشتن، نمیذاشتن، همون موقع هم نمیذاشتن این پاسدارا و بسیجی و حزب الله آروم باشن. بعد از اگه بخوام دقیق‌ترم به شما بگم، بعد از مالی آباد می‌رسیم به شهرک صدرا. من شنیدم شهرک صدرا هم در خبرهای دیروز شنیدم شهرک صدرا شهدای زیادی هم هست که تا الان تقدیم کرده. آماری که من شنیدم، آماری که از مردم اومده، میگن که طبق اخبار مردمی تا حالا 35 تا شهید مثل که خود شهرک صدرا داده. ولی تو اونجا که میدونم شهرک صدرا یکی از شهرکایی که خلاصه بعداً ساخته شد، ولی جوانهای شورشی همون ادامه رو، همون جوانهای شورشی شهرن که دارن ادامه میدن. خیلی هم میگن شورشی و قهرمان و دلیرن.
بله. و همین همشهری ها شما مجدداً یکی دیگه فرستادن. بله بفهم. نوشته گزارش دیگری از شیراز صبح روز دوشنبه 27 آبان یعنی همین امروز. جوانان به پا خواسته در بلوار رحمت. احتمالاً آشنا هست برای شما. یک پمپ بنزین را با آتش کشیدن، همچنین پمپ های گاز در مسلم بنی هاشمی را از جای خود کندند. همچنین مردم یک شنبه شب 26 آبان بانک ملت را در بلوار رحمت، بانک تجارت را در خیابان صنایع سمت معالی آباد به آتش کشیدند. الان با توجه به اینکه اینترنت بسته نمیتونیم انبوه این خبرها رو بگیریم، ولی جوانهای دلیر ایرانی و شیرازی راهش رو پیدا میکنن، این خبرها رو به اثر هر جوری شده به سیمای آزادی میرسونن. بله خیلی ممنون. درود 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 بر جوانهای شیراز، بر بچه های معالی آباد، بچه های منطقه رحمت، درود بر همشون. و همونطور که شما گفتیم، ما درخواستمون اینه که هر جور شده صداشون رو به صدای به سیمای آزادی، صدای ملی مردم ایران برسونن. و به طور خاص داشتم اینو میگفتم که الان همونجور که گفتیم توی الان جایی که شما در شیراز میگین خیلی جای مختلف شیرازه، مثلا یه دفعه از این ور شیراز میگین اون ور شیراز، خبر یه خبر مال این ور شیرازه، یه خبر مال مادی آباد و شمال شیرازه. به همین خاطر گفتم که معلومه گستردگی تظاهرات خیلی زیاده، معلومه که اینجوری که داره میگه معلومه بخشای زیادی توی بخشای زیادی از شهر شیراز دست جووناست. و خلاصه درخواست ما از جوونا اینه که همینجوری ادامه بدن و خلاصه بقیه محلات شیراز هم اتفاقا محله این وره، من میخوام به محلات این وره شیراز بگم، چهارراه زند و دروازه استوان و دروازه کازرون و خیابون شمس و چهارراه دروازه سعدی و بچه منطقه حافظیه و ادبیات، اینا همه اون موقع هم این قسمت در واقع قسمت جنوب شرقی شیرازه، اینا هم اون موقع همه قسمت های شورشی شهر شیراز بود. درخواست من اینه که جوانان این قسمت شهر هم بپیوندن، از اون به جوانان اون قسمت شهر. خلاصه از الان نذارن لحظه این پاسداران جهل و جنایت آروم و قرار داشته باشن. و پیام من به همشهری عزیزم و به جوانهای شورشی شهر شیراز اینه که شایسته و بایسته شما آزادیه، حق شما آزادیه. و خلاصه همونجور که دیدیم این سپاه شیراز، به طور خاص سپاه فجر شیراز، در همین سال 96 هم همین سیلی که مردم شیراز رو فرا گرفت یکی از آثار شوم همین سپاه فجر شیراز بود، به دلیل اینکه تو اونجا که من شنیدم بخش اون قسمت به اصطلاح جاده سازی برای چپاول مردم ایران، جاده سازی بر خود مردم شهر شیراز، خود همین سپاه فجر شیراز اومد سمت چپ دروازه قرآن و اون مسیل و گسیل و بست و پر کرد. و خلاصه دیدیم که در بهار مردم شیراز، عید مردم شیراز رو به عزا تبدیل کرد، همین سپاه تبدیل کرد، به خاطر اینکه زیرساخت‌های شهر شیراز رو خراب کرد. الان هم باز همین سپاه جهل و جنایت داره آتیش باز میکنه روی جوانهای شهر ما. ولی من ایمان دارم، ایمان دارم، چون نزدیک به 14 هست دارم، درست از شهر عزیزم دور بودم ولی لحظه به لحظه تمام وجودم و خاطراتم و ثانیه هم با مردم شهرم بود، ایمان دارم که بازم جوانهای شورشی بازم قیام خواهند کرد و نخواهند گذاشت که این پاسدارا دیگه این دور آخره. نمیخوایم، نمیذارن، جوانان شیرازی نمیذارن که خلاصه این ستم و سرکوب ادامه پیدا کنه. بله پویا، متاسفانه وقتمون تنگه و مجبوریم گفتگو رو با اینکه مسائل زیادی هست پایان بدیم، ولی حتما در برنامه‌های آینده سعی می‌کنیم که مجدداً با بالا گرفتن خبرها از شیراز میزبان شما باشیم با گفتگوهای دیگه‌ای در مورد شیراز و شهر شورشی شما. تشکر خیلی زیاد و از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.